توی دکور خونه پرکاربردترین استفاده مکرومه دیوارکوب و آویزگله، ولی با یکم خلاقیت تو جای دیگه هم میشه ازش استفاده کرد. سلام، من سارا هستم. توی این ویدیو میخوام لوستر مکرومه رو بهتون آموزش بدم که خیلی راحت توی خونه بتونین درستش کنین. بریم با هم ببینیم. برای مکرومه روی لوستر به پایه لوستر احتیاج داریم که ما اول روی ستونهای اصلیش بافت میزنیم، این ستای بالا و میله های دورش. به این دوتا دایره فعلا کاری نداریم و به نخ مکرومه احتیاج داریم. بریم سراغ بافت این قسمت. نخ مکرومه در حالت دولا باید 5 برابر اون قسمتی که میخواییم بافت بزنیم باشه. وسط نخ از زیر میله رد میکنیم، نخ سمت چپ رو میاریم روی میله و اینجوری گره میزنیم. همین گره رو تا آخر ادامه میدیم. توی باف خود به خود پیش ایجاد میشه. بافتمون که تموم شد گره میزنیم، باقی مونده ای نه هم با قیچی برش میزنیم. بقیه ستون ها به همین روش بافت میزنیم. حالا بریم سراغ دوتا دایره اصلی. نخ باید تو حالت دولا 15 سانتی متر از قد کار بیشتر باشه. به این حالت به میله بالایی گره میزنیم. تا جایی که کل میله ها پر بشه. خب من یه سمت رو بافت زدم به حالت کج، الان میخوام این سمت هم به حالت کج بافت بزنم. اولین نخ رو بر میدارم، به حالت کج نگه میدارم یا با گیره ثابتش میکنم. بعد هر نخ رو دوبار بهش گره میزنم. نخ رو میارم روی نخی که کج قرار دادم و گره میزنم. تا آخرین کار ادامه میدم. تموم که شد اولین نخ بعدی رو بر میدارم و همین کار رو تکرار میکنم. بعد دوتا دوتا نخ ها رو میکشم، از روی میله رد میکنم، میبرم پشت، از دو طرفش میارم جلو و گره میزنم. این کار رو برای کل نخ ها انجام میدم. وقتی همه لوستر رو باف زدیم، ریشه های پایین رو به یک اندازه قیچی کنید. بعد شونه کنید. اسپری فیکسر یا جلا بزنید تا ثابت بمونه. و باز هم قیچی کنید تا صاف صاف بشه. اینم از نتیجه کار.